سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز. با افتخار رادیو پیک امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه معدنچیان زحمتکش آزاد شهر گلستان که در زیر آوار بی‌عدالتی و فقر و محرومیت جان دادند و سندی شدند بر بی‌کفایتی حکومتی که جز دزدی و غارت و چپاول هیچ چیز دیگه‌ای رو برای این مردم نداشت. گاهی از سقف خانه می‌افتم، منفجر می‌شوم در معدن، گاه در شعله ها می سوزم وسط انقلاب و راهن. خب مناظره دوم هم بعد از کلی کش و قوس و قیر و غمیش برگزار شد و همونطور که قبلش هم گفته بودن در این مناظره هم ماست مایه نگرفت. سوالای مجری که الکی بود، اولش هم که یه بیانیه خوند که بابا پاچه همدیگر رو نگیرین، دست به گاز نزنین، در رو برای غریبه باز نکنین، خلاصه آدم باشین. کاندیداها هم که اصلا مجری رو آدم حساب نمی کردن، هر کی اومده بود حرف خودشو بزنه و بره. روحانی هم همچنان رو ویبره بود، از اول تا آخر هم که یه برجامو گرفته بود و هی حلوا حلواش می کرد. اما رئیسی حرفای خیلی مهم می زد. گفت برای امنیت باید جامعه امن باشه، برای اشتغال باید شغل تولید کرد. جهانگیری هم که داشت انشا می خوند، قالیباف هم که همچنان مشغول کاپی بود، کاپی میکرد. هاشمی طبا هم شاکی بود که چرا زمان مناظره افتاده زمان استراحت ظهر جمعه. میرسلیم رو هم انتخاب کرده بودن مبصر کلاس باشه و مشقا رو خط بزنه. کلن این مناظره برنده نداشت. به نظر من برنده مناظره علامت فتحه بود. این اه هست اه، از بس که گفتن فساد، عدالت، جنوب، شمال، تکرار، اه 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 اه. حسین ولی، ولی فقیر، چشات خمار، پامنقلی، میخوام بیام دم خونتون پیش آقا مشتباتون، بگم میخوام بیام زیر عباتون، میخوام بشم. آقا ما در مناظره دوم دیگه برامون یقینی شد که ما مردم خوب عمل نکردیم و همه مسئولین از دست ما ناراحتن. از سبک زندگیمون، از اینکه چرا ما اینقدر مردم بیکاری هستیم که مسئولین برن دعوا کنن با هم دیگه که برای ما شغل ایجاد کنن. و چه کاری آخه، همش دنبال کنسرت و فیلم و این چیزا، بعد مسئولین بیان سر این خواسته های فرعی ما با هم جر و بحث کنن. کی گفته اصلا ما حتما باید خونه داشته باشیم؟ حالا چون مسئولین خونه دارن ما هم باید داشته باشیم؟ ما باید کاری کنیم که امید و نشاط به مسئولین برگرده. درست نیستش که به خاطر 96% این 4% به زحمت بیافتن. آخه چقدر دیگه؟ آخه چقدر تحمل، چقدر التماس، چقدر تحمل، چقدر التماس. یادت باشه اون بالا هم یک خداست، یادت باشه اون بالا هم. شیخ حسن خان فریدون تو این مناظره تمام زورشو زد که خورده حساباشو با محمد باقر و آبراهام دراکولا یه جورایی تسویه کنه. با اینکه صحبت از مقام عظما و سپاه نور چشمی خط قرمز بود، اما شیخ حسن که عرصه بهش تنگ شده بود یه جایی همچین آینه به آینه مالوند به سپاه. آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادن تا برجام رو به هم بزنن، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن، برای اینکه ما نتونیم از برجام 100% استفاده کنیم. بعدم از اونجایی که خودش هیچ غلطی تو این 4 ساله نکرده، ته حرفش این بود که بقیه کاندیداها بگن چه غلطی میخوان بکنن. بعدم شما حساب بکن که خونت تو ولنجک باشه، وزرات توی لواسون باشن، برادرت حسین فریدون باشه و سوال در مورد ساده زیستی هم بهت بیفته. بعدم به مصداق دست پیش گرفتن و پس نیافتادن گذاشت تو کاسه قالیباف و گفت کپی برداری های ناشیانه نکنیم. یه جایی توی یه کشوری یه جنبشی درست شده بود 99%، حالا چون سال 96 ما بکنیم 96%، نکنیم این کارا رو. دیوونم به دم رای یکی شیزم میخاره، دیوونم به دم رای مخش هنگ بیماره، دیوونم به دم رای یکیش دوست و قاتله، دیوونم به دم رای انتخابات باطله. خب اما نوبت میرسه به حجت الاعدام رئیسی که انقدر بهش گفتن برنامه نداری که یک کتاب گنده که معلوم نبود لیست اعداماش بود یا روزهایی که خونده بود و گذاشت روی میز و گفت این برنامه های منه. یه جایی هم که پاشو کرد تو نعلین اتمی روحانی و نظرات تخصصی داد. به میزان بسیار زیادی جلسه شرکت کردم و به میزان زیادی گزارش خوندم و در جریان این مسائل در حوزه سیاست خارجی کاملا هستم. یک، احتمالاً ایشون یه ذره دیگه وقت داشت میگفت این همه میگن کیک زرد کیک زرد، کدوم یک از مردم این کیک زرد رو خوردن؟
البته ناگفته نمونه که این حاج آقا دو روز قبلش هم یه مستند داده بود که توش تا دلتون بخواد قپی اومده بود، از جمله اینکه پای چپشو گذاشت اونور فمینیسم و این جمله رو جوید. ببینید من بعضی از مطالب که میگم گاهی مثلا در حوزه زنان که صحبت میکنم میگم که زنها باید کار و شغل در شأن داشته باشن، توی اجتماع نقش آفرین باشن. من تو خانواده خودم عمل کردم، اونم مال الان نیست. من اول ازدواجم با خانومم، ایشون خب خیلی علاقه به تحصیل داشت و من گفت که من زمین درس میخونم، گفتم حتما. بله، یعنی اگه ایشون رئیس جمهور بشن خانوما راحت میتونن دیگه برن درس بخونن. واقعا عجب دستاورد کلانی. از اونجایی که پدر خانوم ایشون در هرچی کنسرت تو مشهد تخته کرده، این رئیسی مجبور شد حق دامادی رو به جا بیاره و یه جایی دو کلمه از کنسرت بگه. ما معتقدیم که کنسرت دو قسمه، کنسرت هنجارمند، حتما کنسرت هنجارمند من دنبال ایجادش هستم و دنبال توسعه شمت هستم. کنسرت هنجار شکن هیچ که تو کشور قبول نمیکنه. این واقعا عجیبه. کنسرت مشهد کشوره واقعا. کنسرت هنجارمند و هنجارشکن دیگه چه صیغه ایه؟ بابا علم الهدا با صدای قابلمه هم مشکل داره. نایرازوری که از عصرش شد جدا، علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا، واسه یه کنسرت میکنه قد قد قدا، علم الهدا. اما کاپیتان، سردار، دکتر، شهردار، قالیباف یه جوری از واردات کالا گلایه میکرد انگار عینک خودشو رفته از دستفروشای میدون انقلاب خریده. اما آسی که قالیباف رو کرد پیشنهاد آخرش بود که گفت هفته آینده همه کاندیداها لیست اموال خودشون و همه خانوادهشون رو بیارن. البته یه درجه یک گفت تا هم یه حالی از حسین فریدون بگیره، هم اموال دامادا و خواهرزاده ها و ریختن به حساب خیریه منزل و همه اون فک و فامیلایی که اداره های شهرداری تهران رو به اسمشون زده رو دور بزنه. محمد باقر خیلی موزماری. نکی چون ما رو دیگه، ما که ختم روزگاریم، نسوزون ما رو دیگه. جهانگیری این دفعه با جهانگیری مناظره قبلی تومنی 2000 توفیر داشت. حالا نمیدونم بهش گفته بودن از رئیس جلو نزن یا توی چایش والیوم ریخته بودن. خلاصه شده بود مدافع حقوق مظلومان. حالا مظلومان میگم فکر نکنین منظورم کارگر و معلم هاستا، نه، دختر وزیر آموزش و پرورش که بیکارم بود و دارم میگم. یک دفعه گفته میشه که در خانه یک وزیری قاچاق بوده، یه دختر این وزیر داره فوق لیسانس داشته، بیکار بوده، کار شرافتمندانه انتخاب کرده، واردات داشته، 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده، از گمرک وارد کرده، تمام تعرفه‌های قانونیش پرداخت کرده، یک بار کلانتری و دادگاه میرون این میگیرن و این میشود موضوع مصاحبه معاون اول قوه قضاییه و میشود موضوع مصاحبه کاندیدای ریاست جمهوری. واقعا که دل آدم کباب میخواد واسه این همه مظلومیت. آخه میگه بیکار بوده، فقط 200 میلیون جنس وارد کرده. خدایا ما رو بیکار کن اگه بیکاری اینه. یه جا هم اظهار لحیه کردن که اگه برجام نبود تمام مردم ایران وضعیت نابسامان به دست میگرفتن. میشه الان بفرمایید اون چیزی که الان به دست گرفتیم چیه؟ نکنه منظور 2.5 میلیون بشکه نفته؟ چون گفتن که قبلا 1 میلیون بشکه نفت میفروختیم ولی الان 2.5 میلیون. حالا این که پول این کجا رفته؟ احتمالاً جیب مدیران نجومی. حقوقم کجایی؟ غرورم کجایی؟ یه شیش ماسک من است. حضورم کجایی؟ حقوقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ میر سلیم که بار پیش دیوار چشم بود این دفعه نمیدونم چی زده بود، هم صنعتی هم سنتی کار کرده بود که پاچه ای از این روحانی میگرفت که بیا و تماشا کن. صفت غیر انسان، تخریبگر، بزدل، ترسو، به جهنم، تندرو، عصر حجری، متوهم، هوچیباز، بیشناسنامه، کم سواد. اوه کی میره این همه راهو؟ اینا یه طرف، خنده روحانی موقع گوش کردن به حرفای میرسلیم یه طرف، یعنی تو یکی خفه بمیره خاصی تو چشاش بود.
بعد یه تیکم میرسلیم از آزادی مطبوعات گفت. بلافاصله تو فجازی عکسهایی از یک روزنامه رو چاپ کردن که همین میرسلیم گفته بود که مطبوعات اصلا شعور ندارن که بخوایم بهشون آزادی بدیم. یعنی این تلاش کاندیداها برای تبدیل شدن به آفتاب پرست ما رو کشته. یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد غنایی، یه روز خاتم تایی، یه روز آتش خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی. و اما نوبت میرسه به مرد خسته مناظره ها، مهندس هاشمی تبا، که کلن اصلا حس نداشت، حال نداشت، درگیر بود. قبل مناظره ازش پرسیدن که شما تاکتیکتون تو این مناظره با مناظره قبلی فرق میکنه یا همون تاکتیک رو استفاده میکنید. اینم یه نگاه عمیق به خبرنگار کرد، گفت من اصلا هیچ تاکتیکی ندارم. راست میگه دیگه، این یارو هنوز منتظره تا برنامه‌های ریاست جمهوری که زده رو دانلود براش بیاد. تای خطم که دید جواب نداره، دست به دامن قول چراغ جادو شد. ولی یادمون باشه که ما اگر همه چیز رو بخواهیم دفعتن واحدتن حل کنیم، یک چراغ جادوی علاءالدین میخواد که همه مسائل رو بتونیم به صورت معجزه آسا حل کنیم. من مرد تنهای شبم، صد قصه مانده بر لبم، از شهر تو من رفته ام، کوله بارم را بسته ام. اینقدر که این کاندیداها وعده های رنگی رنگی میدن، رو خواب منم تأثیر گذاشته. عجب داستانیه. دیشب خواب دیدم پراید شده 3 میلیون، یارانه شده 500,000 تومان، برق مجانی شده، بنزین شده لیتری 100 تومان، اخبار راستشو میگه، گوشی اپل دست همه مردمه، ارزش ریال چند برابر دلار شده. آقا قبر ارزون شده بود. دیگه آخرای خوابم بود که داشتیم آمریکا رو تحریم میکردیم که یهو از گرما بیدار شدم، دیدم بابا برق نداریم، کولرا خاموشن، آب قطعه، تلفن قطعه، حقوقمون هم که ندادن، هوا هم شرجی، منم باید برم برای صبحونه نون بگیرم. من به یادت خوابیدم، خواب دیدم، هرچی داشتیم رفته در آب دیدم، بس که قصه خوردم از خواب پریدم، واسه بهش دلو بیتار. بله، این بار هم همونطور که گفته بودیم و همونطور که میدونستیم و میدونستید، برای هزارمین بار ثابت شد که آبی از این جماعت گرم نمیشه و این امامزاده شفا بده نیست که نیست. حالا هر کی به هر کی میرسه میگه دیدی که همشون سر تهیه کرباسن؟ دیدی هیچکی سر مشکل اصلی که ولایت فقیه باشه نرفت؟ دیدی؟ دیدی؟ آقا تمام، خداحافظ. دیدی؟ دیدی؟